سلام بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو سپاس میگم که هنوز زنده‌ام و یک بار دیگه میتونم در خدمت شماها باشم. امیدوارم حال همتون خوب باشه، صحیح و سالم و قبراق و بانشات و شاداب باشید، خودتون و خانواده هاتون و اطرافیانتون در امن و امان باشید انشاءالله، هم از نظر جسمی هم از نظر روحی روانی. اگر یادتون باشه ما جلسات قبل مبحث احتمال رو با تعاریف اولیه شروع کردیم، پیش آمد پدیده تصادفی رو مطرح کردیم، فضای نمونه رو شرح دادیم، پیش آمد رو به عنوان یک زیر مجموعه ای از فضای نمونه خدمتتون معرفی کردیم. این رو هم دو مرتبه دارم بهتون میگم. بچه ها، ما از تقریبا دبستان با پایه های مبحث احتمال آشنا شدیم. هر سال این مبحث برای ما تکرار شده و حالا خوشبختانه یا متاسفانه سالهای بعد هم باهاش درگیر هستیم، چه تجربی بخونیم چه ریاضی بخونیم. سال به سال یه چیزای جدیدی رو هی ما اضافه دیدیم توی این مبحث، ولی به نظر میرسه که بسیاری از موارد همه تکراری باشه. پیش آمد رو قبلا هم شما دیده بودید، حالا ممکنه زیاد درگیر اسمش نشده باشید، ولی بالاخره پیش آمد رو شما شنیده بودید به عنوان زیر مجموعی از فضای نمونه. عملا میشه گفت وقتی که صحبت از فضای نمونه پیش آمد داریم میکنیم، ما در قالب نظریه مجموعه های ذره پامونو داریم میکنیم و تو اون فضا داریم صحبت میکنیم. لذا وقتی که با مجموعه سر و کار داریم، انگاری که این پیش آمد و فضای نمونه از همه روابط و قالب‌ها و تعاریف نظریه مجموعه داره تبعیت میکنه. خب درسته که پیش آمد رو ما در ادبیات محاوره ایمون باهاش برخورد میکنیم و میشناسیمش، اما ممکنه که بتونیم در قالب‌های کاملا ریاضی هم نشونش بدیم و تعاریف مربوطه به مجموعه ها رو اونجا پایه‌گذاری بکنیم. مثلا فرض کنید دو تا پیش آمد داریم، پیش آمد A و پیش آمد B. خب به نظر میرسه اولین چیزی که توی نظریه مجموعه ها و به طب در مورد پیش آمد ها میتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم چیه؟ اجتماع، اشتراک، تعاریف اولیه، روابط و عملیات هایی که توی مجموعه ها داشتیم، اجتماع، اشتراک، تفاضل، متمم، دیگه بهتون بگم مجموعه های مرجع، مثلا قوانین مختلفی که داشتیم، حالا یا شنیده بودیم یا نشنیده بودیم، مشکلی نداره، شاید شنیده باشید، دمرگان، خاصیت جذب، شبه جذب. البته اینا رو ما به صورت کلاسیک توی درس های دبیرستان نمیاریم، اما یه چیزی رو قبلا هم شنیدین، مثلا اصل شمول و عدم شمول. اینا همه مواردیه که اینجا هم میتونیم ما توی نظری توی بحث پیش آمد ها ازش استفاده بکنیم. بخوام خیلی سریع ازش بگذرم، میام یه سری تعاریف در مورد پیش آمد ها رو تحت عنوان جبر پیش آمد ها خدمتتون تعریف میکنم و میریم سراغ استفاده کردن از اونها. اجتماع پیش آمد ها یا اجتماع دو پیش آمد وقتی رخ میدهد که آ یا ب، آ یا ب، آ و ب خودشون پیش آمد هستن دیگه، توی فضای نمونه اس تعریف شدن، که آ یا ب یا هر دو رخ دهد، یعنی حداقل یکی از دو پیش آمد آ یا ب اتفاق بیفتد که آن را با
اجتماع پیش آمد آ و ب نشان میدهند. اشتراک دو پیش آمد وقتی رخ میدهد که هم آ و هم ب رخ دهد، یعنی آ و ب همزمان اتفاق بیفتد. حالا بیفتد این شکل، واقعا نمیدونم کدومشو دارم درست می‌نویسم، ببخشید ادبیاتم ضعیفه دیگه. بیفتد که آن را با آ اشتراک به نشان میدهند. تفاضل دو پیش آمد دقیقا همون مفهومی که توی تفاضل مجموعه داشتیم اینجا سازگاره، همونه، هیچ فرقی نمیکنه. پیش آمد آمن های به وقتی رخ میدهد که آ اتفاق بیفتد ولی به اتفاق نیفتد. یعنی فقط آ رخ دهد و بخشی که مربوط به هم هست اتفاق نیفتد. طبیعیه که بچه آمن های به قطعا با بمن های آ فرق میکنه دیگه، اینو توی نظریه مجموعه داشتیم. خاصیت اجتماع، خاصیت اشتراک، قابلیت جابجایی داره. اینجا هم توی جبر پیش آمدها اجتماع و اشتراک پیش آمدها خاصیت جابجایی داره، اما تفاضلش پیش آمدها خاصیت جابجایی نداره. قبلا راجع به متمم پیش آمدها صحبت کردیم، دوباره میگم متمم پیش آمد اگر آ یک پیش آمد. آقا یه سوال، ما الان مجموعه مرجعمون چیه؟ میخوام پیش آمد رو تعریف کنم، چیز متمم رو تعریف کنم دیگه. بدیهی متمم آ میشه آ پریم که میشه مجموعه مرجع منهای آ. الان اینجا مجموعه مرجعمون چیه؟ کاملا درسته، مجموعه مرجعمون فضای نمونمونه، اسه، درسته؟ چون من تمام پیش آمدها رو از داخل فضای نمونه دارم میکشم بیرون، پس مجموعه مرجع هر پیش آمدی فضای نمونه اون میشه. از فضای نمونه اس باشد آپریم فقط وقتی رخ می‌دهد که پیش آمده آ رخ ندهد. خب دقت بفرمایید، روابطی رو که اینجا میتونم توی پیش آمده متمم و پیش آمده اصلی بنویسم چی هست؟ اولین چیز اینه که آقا هر پیش آمدی با متمم خودش به هیچ وجه اشتراک نداره، پس اشتراک اینا میشه توهی، میشه پیش آمد غیر ممکن، درسته؟ پیش آمد غیر ممکن یادتونه، پیش آمدی که به هیچ وجه اتفاق نیفتد. مثال هم زدیم، یه تاس رو پرتاب میکنیم، پیش آمد آن که عدد رو آمده بیش از 7 باشد مثلا، این رو دقیقا مطرح کردیم. یه چیز دیگه هم راجع به هر پیش آمدی و پیش آمد متمم خودش میتونیم بگیم که اجتماع این دوتا چی میشه؟
آره مجموعه مرجعش باید بشه، اما اینجا مجموعه مرجع چه مجموعه فضایی نمونه، یعنی هر پیش آمدی اجتماعش با متمم خودش میشه فضایی نمونه. خب دو سه تا تعریف دیگه هم بکنم خدمتتون. یا کنید بچه ها، این تعریف خیلی پایه‌ای نیست، یعنی عملیاتی نیست، فقط در حد تعریف. دو تا مجموعه، دو تا پیش آمد رو تصور کنید. این پیش آمدها میتونن اشتراک داشته باشند یا اشتراک نداشته باشند. اگر اشتراک نداشته باشند، اصطلاحا هم بهشون میگن این پیش آمدها ناسازگار هستن، سر سازش با هم ندارن. پس دو پیش آمد ناسازگار رو این شکلی تعریف میکنیم، پیش آمدهایی که به هیچ وجه با هم دیگه اشتراکی ندارن، یا به عبارتی اشتراکشون تهیه. بله بنویسم براتون. پیش آمدهای ناسازگار، اگر آ و ب دو پیش آمد از فضای نمونه اس باشد به طوری که با هم رخ ندهند، با هم رخ ندهند، ناسازگار میشوند. مثلا چیا بچه ها؟ حالا شرایط داریم نزدیک میشیم. یه پیش آمد این هستش که ما الان در ماه رمضان باشیم، یه پیش آمده دیگه. ما فضای نمونمون چیه؟ فضای نمونمون حضورمون در 12 ماه مختلف قمری. یه پیش آمدمون اینه که در ماه رمضان باشیم، یه پیش آمدمون اینه که در ماه محرم باشیم. آیا این دوتا پیش آمد همزمان میتونه رخ بده؟ قطعا نه. اگر در ماه رمضان باشیم، در ماه محرم قطعا نیستیم. پس امکان نداره بتونیم اینطوری تعریف بکنیم پیش آمدی رو که بگیم ما در عاشورا، دهم محرم، در ماه روزه واجب باشیم، یعنی در ماه رمضان باشیم. این دوتا پیش آمد، پیش آمد ناسازگار هستند. ناسازگار می شوند، بدیهی است برای هر دو پیش آمد ناسازگار آ و ب داریم آ اشتراکش با ب میشه تهی و بالعکس. یعنی اگر اشتراک دوتا پیش آمد تهی شد، حتما اون دوتا پیش آمد ناسازگار. بچه ها دوتا پیش آمد ناسازگار تابلوی تابلو بگین، بدیهی. هر پیش آمدی و متممش بفرما، هر پیش آمدی و پیش آمد متممش ناسازگار هستند، خیلی واضح و بدیهیه. خب چی دیگه بگم؟ اگر آ اشتراک به توهی نباشه، حتی یه عضو هم داشته باشه، آنگاه آ و به سازگار هستند. خب کتابتون یه تعریف دیگه ای هم کرده، بریم اونور. کتابتون یه تعریف دیگه ای هم کرده، حالا زیاد چیز خیلی خاصی نیست، ولی حالا من موظفم خدمتون عرض کنم. اونم سه پیش آمد دو به دو ناسازگار. سه تا پیش آمدی که دو به دو ناسازگار باشن. دقت کنید، سه پیش آمد دو به دو ناسازگار. سه تا پیش آمد تصور کنید، آ و بی و سی. مثلا همین مثالی که الان زدیم، توی ماه محرم، ماه رمضان و مثلا ماه چه میدونم شعبان،
این سه تا پیش آمده ناسازگار هستن. یعنی چی؟ یعنی هیچ کدومشون دوتا اشتراک ندارن. اگر شما در ماه شعبان باشید قطعا در ماه رمضان نیستید، پس پیش آمده در ماه شعبان بودن با پیش آمده در ماه رمضان بودن دوتا پیش آمده ناسازگاره. در ماه شعبان بودن و در ماه محرم بودن هم این دوتا هم ناسازگارن، اشتراکی ندارن. در ماه رمضان بودن و در ماه محرم بودن هم ناسازگارن. پس اینا میشن سه تا پیش آمدی که دو به دو ناسازگارن، هیچ کدومشون با همدیگه اشتراک ندارن. اگر آ و ب و سه پیش آمد از فضای نمونه اس باشند و آ اشتراک به توهی باشه، به اشتراک سه توهی باشه و آ اشتراک سه توهی باشه، آنگاه این سه پیش آمد را دو به دو ناسازگار گویند. بچه اینجا یه اشتباهی معمولا دوستان میکنن، میگن که خب دقت کن، فرض کن فضای نمونت اینجا اس، یه پیش آمد اینجا داریم آ، یه پیش آمد داریم ب، یه پیش آمد داریم سه. این سه تا اشتراک با هم ندارن ها، یعنی اشتراک آ و ب و سه میشه توهی. اما این سه تا پیش آمده دو به دو ناسازگار نیستن ها. چرا؟ به خاطر اینکه یه جاهایی دو به دو اینا اشتراک دارن. پس این تو این مثال بذار اسمشو خوبه اب نداره، آپریم بپریم سپ، آپریم نه، آ یک، آ یک به یک سه یک، آ یک به یک سه یک، اینا آ یک و به یک و سه یک درسته که اشتراک سه تایشون توهیه، اما اینا سه پیش آمده دو به دو، دو به دو ناسازگار اینا نیستن ها، به خاطر اینکه اشتراک بعضیشون با همدیگه دارن. این یه تعریف. خیلی خوب، یه سری روابطی رو هم میتونم استخراج بکنم، چون قبلا من تو نظریه مجموعه ها اینا رو استخراج کردم و تو بحث شمارش هم خدمتتون نشون دادیم این موارد رو، دیگه فقط من اشاره میکنم دقیقا با همون تکنیک ها و روابط و اینا اینجا هم سازگار هست. یک، N یعنی تعداد اعضای یک پیش آمده متمم میشه NS منهای NA. این دقیقا مثل تعداد اعضای نظریه اصل متمم توی شمارشه دیگه. بعدی، شمول و عدم شمول رو توی نظریه مجموعه ها یادتون بیاد، اینجا هم شمول و عدم شمول پابرجاست. پیش آمد آ اجتماعش با پیش آمد ب، تعداد عنصرهاش رو بخوایم حساب کنیم میشه N پیش آمده A به علاوه N پیش آمده B منهای N پیش آمده A اشتراک B. دقیقا همون تکنیک و رابطه و همون حرفایی که اونجا زدیم اینجا هم مصداق پیدا میکنه. نمودار ون شما میتونید بکشید، پیش آمدهاتون رو به عنوان با نمودار ون معرفی بکنید. بچه ها یه چیزی، این الان چیه؟ این قرمزه، این قرمزه چیه؟ میشه بگین؟ این قرمزه هست آ، بگو منهای ب. از رو نموداره ون
خیلی راحت میتونم بگم این هستش آ منهای آ اشتراک ب. قبول دارین؟ آیا آ و آ اشتراک ب یعنی این قرمزه و این زرده اشتراک دارن؟ قرمزه و زرده اشتراک دارن؟ نه، اشتراک ندارن، یعنی دو پیش آمده ناسازگار هستن. بنابراین از همین جا میتونم استفاده کنم N آمن های N آ اشتراک B دقیقا با N یه تیکهی که میخوام حساب بکنم برابر میشه. یعنی من میتونم توی شمارش تعداد اعضای پیش آمد بگم اگر میخوام این یه تیکه قرمزه رو بشمرم کافیه کل آ رو منهای این اشتراکه بکنم. کل آ، یه بار دیگه بگم، کل آ اینجا میشه مجموعه مرجعی که اینجا میخوام صحبت کنم. این برش دارم میشه قرمزی که این ور دارم. این قرمزه و زرده دو تا پیش آمده ناسازگار هستن توی مجموع مرجعی که اینجا کل آ هست. بنابراین طبق این چیزی که اینجا مطرح کردیم اگر میخوام قرمزه رو حساب بکنم میشه کل آ منهای این زرده. چون اینا ناسازگار هستن قرمزه و زرده راحت میتونم توی شمارش از این استفاده کنم. بنابراین اگر من خواستم توی شمارش پیش آمد هام پیش آمده تفاضل رو تحلیل بکنم از این تکنیک خیلی خوب میتونم استفاده بکنم. خیلی خوب، بریم یه چند تا تمرین حل کنیم. توی بحث پیش آمدها من خیلی یواش یواش ضمن اینکه خود پیش آمد رو میخوام شناسایی بکنم میرم به اون سمت که تعداد اعضای یک پیش آمد رو بتونم بشمارم. بحث همون شمارشی که قبلا ما داشتیم با هم دیگه. خیلی از موارد هست من مجبور میشم خود پیش آمد رو بنویسم و بعد بشمارم. بعضی موقع هم میرم به اون سمت که فقط تعداد اعضای پیش آمد رو شمارش کنم بدون اینکه خود پیش آمد رو بشمارم، به مشخص بکنم. در پرتاب تاس ظاهر شدن عدد زوج پیش آمد آ و ظاهر شدن نزدیک بود دست بزنم به چشم آ ظاهر شدن مضرب سه پیش آمد ب است. پیش آمد های آ اشتراک اجتماع ب، آ منهای ب، ب منهای آ، آ اشتراک ب و ب پریم را بیابید. خب بذارید پیش آمده رو اصلا بنویسیم. بچه ها بیاین اول فضای نمونه رو بنویسیم. فضای نمونمون چند عضو داره؟ بگین. دو تا تاس رو میخوایم بندازیم. یه تاس رو مینداختیم بالا فضای نمونمون 6 بود. دو تا تاس رو بخوایم بندازیم میشه 6 به توان 2 میشه 36 تا. چی هست؟ من بگم دیگه ننویسیم. یک تاس قرمز، تاس آبی، یک، دو، یک، سه، یک، چهار، یک، پنج، یک، شیش، دو، یک، دو، سه، دو، چهار، دو، پنج، دو، شیش، برو همینطور جلو. ممکنه اینجا شما بگید که حامد آیا اون حالتی که سه، شیش میاد با حالتی که شیش سه میاد
فرق میکنه یا فرق نمیکنه. یه به عبارتی آیا 6-3 با 3-6 متفاوته؟ بله که متفاوته، به خاطر اینکه من عنصر اول رو، این شبیه زوج مرتبه دیگه، عنصر اول مثلا تاس قرمز گرفتم، عنصر دوم ماره تاس برای تاس آبی گرفتم، بنابراین 6-3 یعنی تاس اولی 6 اومده تاس دومی 3، 3-6 یعنی تاس اولی 3 اومده تاس دومی 6. خب اینا متفاوته. حالا ممکنه بگید که حامد تو 6-6 رو دو بار میشموری، دو بار باید بشموری یا یه بار؟ خب معلومه باید یه بار بشموری، بخاطر که وقتی میگی 6-6 یعنی تاس اول 6 اومده تاس دوم. اگر قرارت برای اینه که به صورت زوج مرتب و منظم بنویسی، همیشه تاس شماره 1 رو اول می‌نویسی. پس 6-6 یعنی تاس اولی 6 تاس دومی 6. دیگه نوشتن 6-6 دیگه ای معنی نداره، چون 6-6 دوم یعنی تاس دوم رو اول نوشتی، که این با ماهیت کار اصلا متناقض هستش. خب اینو گفتم برای اینکه حواسمون جمع باشه. این 36 عنصر فضای نمونه‌ای که تو این تیپ مثال داره ایجاد میشه، حالت تکراری اولا نداره، ثانیا حواسم باید روی نظم شما، نظم نگارش این اعداد جمع باشه. بیایم اعداد زوج پیشامد آ باشه، اینا رو بنویسیم. خب اولا پس فضای نمونه رو گفتم دیگه، ننوشتم 36 تا عنصر رو با فرض اینکه تکراری ها و غیر تکراری ها. آ هر دو تایش زوج باشه. خب اولی 2، دومی 2، اولی 2، دومی 4، اولی 2، 6، 4، 2، 4، 4، 4، 6. نکن اینجا 2، 4 و 4، 2 داره خودشو نشون میده. 6، 2 گیر ندین اینا رو نذاشتم ها، همیشه سعی کردم گیر میدادین. 6 2 6 4 6 6 این عوضی. چند تا عنصر شد؟ 3 تا 9 تا. آره 3 تا 9 تا، 9 تا عنصر. بچه ها بهم بگید پیش آمد متممه ها چند تا عنصر داره؟ زود تون سری چند تا؟ 36 تا اونجا، 9 تا اینجا. پیش آمد ها ناسازگارن، پس برگردیم اینجا. پس تعدادی بخوایم صحبت بکنیم، تعداد پیش آمد متمممون میشه تعداد فضای نمونمون منهای پیش آمدمون، تعداد پیش آمدمون. یعنی 36 منهای 9، 27 تا عنصر داریم. پیش آمد به چیه؟ مضرب 3 میخوایم باشه. بچه من اصلا اشتباه کردم، در پرتاب دو تاس نیست که، یه تاسه، یه تاسه. ببخش پرتاب یه تاسه، یه تاسه، من اینجا اینو دو خوندم اشتباه کردم، ببخش. پرتاب تاسه عدد، ولی خب این مثالی هم که گفتم وقتی دو تاس پرتاب میکنیم، مثال بعدی بود، اشکال نداره توضیحش برای مثال بعد رو دادی. پیش آمد آمیشه 2 و 4 و 6، پیش آمد ب میشه 3 و 6. پس یه بار دیگه اصلا مسئله رو بریم جلو، من با مسئله بعدی اشتباه کردم توی حل، اشکال نداره مسئله بعدی توضیحش رو زودتر دادم. یه دونه تاس پرتاب میکنیم، این پیش آمد ها اتفاق افتاد. پیش آمد آ میشه ظاهر شدن عدد زوج 2 و 4 و 6. پیش آمد ب هم میشه مضرب 3 میشه 3 و 6. خب فضای نمونمون چند تاست؟ 6 تاست، یه دونه تاس پرتاب میکنیم. پس اینو راحت میتونم فضای نمونش رو بنویسم، 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6. وقتی نیستین سر کلاس من سوتی میدم، همینه دیگه، زودتر باید میومدین سر کلاس. خب آ اجتماع به چی میشه آقا؟ 2 و 3 و 4 و 6. آ منهای به، آ رو داریم 2 4، شیشش به خاطر وجود 6 توی 3 حذف میشه. به منهای آ
سه باقی میمونه، شیش به خاطر اینکه توی آداریم حذف میشه. همه رو گفتیم نه. آ اشتراک ب که میشه شیش، ب پریم هم که میشه یک و دو و چهار و پنج. خیلی خوب. سوتی دادم. بیاین این در بریم مسئله بعد. حالا این یکی دو تا تاس میخوایم پرتاب بکنیم. همه اون حرفایی که اونجا زدیم دیگه اینجا دیگه حالا دیگه نمیزنیم، یه بار گفتیم دیگه. در پرتاب دو تاس ظاهر شدن دو عدد زوج پیش آمده آ و حصول بیشتر از هشت در مجموع دو عدد پیش آمده ب است. تعداد اعضای آ اجتماع ب، آ اشتراک ب، آ پریم و آ منهای ب را بیابید. خب حرفا رو زدیم، گفتیم دو تا تاس پرتاب میکنیم، اونجا دیگه گفتیم دیگه 36 تا عنصر داره، تقدم و تأخرش هم گفتیم، تکراری و غیر تکراریش هم گفتیم. یه ضرب بریم سراغ پیش آمده آ. هر دو تاش زوج بیاد، دو دو، دو چهار، دو شیش. بچه یه چیزی خیلی تابلو شده، این که معلومه من نشستم قبلا دیشب درسامو خوندم، به خاطر اینکه دقیقا میدونستم تمرینام حل کرده بودم، میدونستم جواب چیه، فل بداهه داشتم جواب تونتون مینوشتم. بشینید قبل از هر کلاسی درساتون رو بخونید. چهار چهار، چهار شیش، شیش دو، شیش چهار، شیش شیش. خب این از پیش آمده آ. بعدی یه پیش آمده آ پریم هم. خب بذار همینجا پس میتونم اظهار نظر کنم دیگه. حالا بذار برو پنم میگم به چی میگه؟ به میگه جمعشون بشه هشت، حصول بیشتر از هشت، بیشتر از هشت یعنی خود هشت نه، نه، ده، یازده، دوازده، بیشتر از دوازده که نمیتونه باشه، یعنی جمعشون بشه نه و ده و یازده و دوازده. بیاییم بشموریم. آقا اگر تاس اول یک باشه، تاس دوم تو ذهنتون تصور کنید ماکسیمومش میشه شیش، یک و شیش میشه هفت که اصلا به دردم نمیخوره. تاس اول دو باشه، تاس دوم شیش باشه، باز تازه میشه هشت. پس یکی از تاسا حداقل باید سه باشه. خیلی خوب، پس تاس اول سه، تاس دوم شیش. نمیتونم که دو شیش باشه که، سه و پنج هم نمیتونه باشه. تاس اول چهار باشه، تاس دوم میتونه پنج باشه، یا اینکه تاس دوم شیش باشه، چهار و شیش میشه ده. تاس اول پنج باشه، تاس دوم سه نمیتونه باشه، پنج و سه هشت میشه به دردم نمیخوره، اما چهار میتونه باشه، پنج و پنج میتونه باشه، پنج و شیش میتونه باشه. بچه ها یه چیزی بگم، درسته که تو فضای ریاضی هستیم، ولی همونطور که توی نظریه توی مبحث شمارش گفتم، ما داریم میشموریم، پیچیدگی ریاضی نداره. بیا پنج و شیش یازده، معلومه یازده بیشتر از هشته، دونه دونه همه اینا رو دارم میشمارم. پنج تموم شد، شیش و سه، شیش و چهار، شیش و پنج، شیش و شیش. خیلی خوب، حالا چیا رو خواسته؟ اعضای اجتماع آ و ب. چی کار میتونم بکنم؟ میتونم آ رو بریزم روی ب، جمعشون، اجتماعشون، بعد شمارش کنم. خب
دو دو، این یک، این دو، این سه، این چهار، این پنج، این شیش، این هفت، این هشت، این نو، ده، یازده، این تکراریه. دوازده، سیزده، چارده، پونزده، تکراریه، شونزده تکراریه. پس N A اجتماع B شد شونزده. اشتباه نکردم؟ مطمئن بشم؟ الان مطمئن میشم، صبر کنی. اشتراک رو هم ببینیم. اشتراک راحت تره. دو دو نداریم، دو چار نداریم، دو شیش نداریم، چار دو نداریم، چار چار نداریم، چار شیش داریم، یه دونه، دو تا، سه تا. بچه ها این ا چند تاست؟ یک و دو و سه و چار و پنج و شیش و هفت و هشت و نه تا. این ا نه تا بود. این ب چند تا بود؟ یک و دو و سه و چار و پنج و شیش و هفت و هشت و نه و ده تا بود. شمول و عدم شمول، ان آ اجتماع به 16 تا، ان آ 9 تا، ان به 10 تا، 10 و 9 19، منهای اشتراکشون منهای 3 میشه 16. پس درست جمع برده بودن. گرفتین چی شد؟ یه بار دیگه بگم، شمول و عدم شمول، ان آ اجتماع به، برگردین اینجا، اینها اینجا شمول و عدم شمول. الان ان آ 9 تا، ان ب 10 تا، اشتراکشون 3 تا، 9 و 10 19، منهای 3 16، 16 درست بود. آ پریم، ان آ پریم کلمون 36 تاست. اونجا تو اون سوتی که قبلا داده بودم شمردم، 36 منهای آ چند تاست؟ 9 تا، میشه 27. آ منهای ب، ان آ منهای ب. خب بچه ها بچه ها بچه ها، اینجا 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 نیا کنی، ان آ منهای ب رو از این فرموله راحت میتونیم حساب کنیم. ان آ 9 تا، منهای اشتراکشون میشه 6 تا. حالا اگر هم دلت نشسته بیا بشمریم. واقعا قراره توی آمن های ب اوستای کار آ باشه، هر اگر تو ب داشتیم دیلیتش میکنیم. داریم؟ نه. پس میاد این یک، این دو، این سه، این چهار، این پنج، این حذف، شیش، این حذف، اینم حذف، شد شیش تا. حله؟ بریم مسئله بعد. با اعداد صفر و یک و دو و سه و چهار و پنج و بدون تکرار ارقام، اعداد سه رقمی را نوشته ایم. پیش آمد آ را ظاهر شدن اعداد زوج و پیش آمد ب را ظاهر شدن اعداد بزرگتر از 300 می نامیم. تعداد اعضای پیش آمد این که عدد انتخاب شده زوج و کوچکتر از کوچکتر مساوی کوچکتر و مساویه
300 باشد را بیابید. مسئله رو یه بار بخونید بچه ها. خب خیلی رفتیم تو فضای شمارش دیگه، از این تیپ مسائل تو بحث شمارش داشتیم. اعداد 0, 1, 2, 3, 4, 5 سه اعداد سرقمی بدون تکرار نوشتیم. زودتون سریع اعداد سرقمی بدون تکرار با اینا چند تا میشه؟ زود 5 در 5 در 4 درسته؟ 5 در 5 در 4 بلدین دیگه اینا رو دیگه. پیش آمد آ ظاهر شدن اعداد زوج، پیش آمد ب ظاهر شدن اعداد بزرگتر از 300. چقدر شیر تو شیره. بذار یه ذره جمع و جور کنم توی راه حل. من مدل تفکرم رو بهتون بگم. اول اینکه اعداد آ اعداد زوج، ب بزرگتر از 300. کل اعداد رو هم که دارم به عنوان فضای نمونه، بیا یه فضای نمونه، یه نمودار ون رسم کنیم و فضای نمونه و پیش آمد و این حرفا، ببینیم چی خواسته اصلا مسئله. اس اینجاست، یه آ دارم اینجا اعداد زوج، بدیهیه ب با آ قطعا اشتراک داره، تابلو نیست به خاطر اینکه اعداد بزرگتر از 300 خب توش زوج هم میتونه باشه دیگه. پس ب من با آ این شکلی خواهد. چی خواسته مسئله از من؟ اعضای تعداد اعضای پیش آمده این که عدد انتخاب شده زوج و کوچکتر مساوی 300 باشن. زوج و کوچکتر مساوی 300، زوج و کوچکتر مساوی 300. آقا خیلی تابلو توی نمودار ونتون زوج کوچیکتر مساوی 300 کجا میشه؟ ب که بزرگتر از 300، آ که زوج. خب بدیهیه این یه تیکه، این آبیه میشه خواسته شما. آقا این آبیه چیه؟ غیر از اینه که این آبیه هست آمنهای ب، یعنی من دنبال این آمنهای ب هستم. واو این آمنهای ب رو از کجا بیارم؟ مشکلی نداره، این آمنهای ب رو شما میخواید بیاید رابطه خدمتتون عرض شد. این آمنهای ب میشه این آ منهای این اشتراکشون. این آ که معلومه من بلدم محاسبه کنم تعداد اعدادی که تو این مسئله زوج باشن قابل محاسبه است. آ اشتراک ب رو هم بلدم محاسبه کنم. آ اشتراک ب یعنی چی آقا؟ آ اشتراک ب یعنی چی؟ یعنی اعداد زوج بزرگتر از 300. یه مسئله میسازم، اعداد 0 1 2 3 4 5 دارم، تعداد اعدادی که میتونم سه رقمی داشته باشم زوج باشه و بزرگتر از 300. یه بار دیگه، آ اشتراک ب میشه اعداد زوج بزرگتر از 300. کافیه من این آ رو حساب کنم، بلدم حساب کنم، 0 1 2 3 4 5 دارم، کل اعداد زوجی که با اینا میتونم بسازم. حالا اعداد زوجی که بزرگتر از 300 باشه رو حساب کنم، اونم بلدم حساب بکنم. پس بریم، میخوام آ رو محاسبه کنم. اعداد زوج، خب ما صفر لعنتی رو داریم، این صفر باعث چه که من بیام مسئله رو افراز کنم، یادتونه دیگه، یعنی از اصل جمع استفاده کنم. یا یکانم صفر باشه یا یکانم دو و چهار باشه. اگر یکانم صفر باشه که یک حالت دارم، اون وقت اینجا توی صدگانم 5 حالت دارم و اینجا 4 حالت خواهم داشت، این میشه 20. اگر 2 یا 4 باشه توی یکانم، اینجا 2 حالت دارم، صفر نمیتونم اونجا بذارم،
تو اینجا صفر نمیتونم بذارم، دو یا چهار رو هم یکیشو استفاده کردم، یعنی اینجا میتونم چهار تا حالت قرار بدم. اینجا چی؟ یه رقم اینجا استفاده کردم، یه رقم اینجا استفاده کردم، اینجا هم چهار تا حالت میشه، اینجا میشه 32 تا. پس NA شد 32 تا. اوکی، بریم سراغ اینکه A اشتراک B رو حساب کنیم، یعنی اعداد زوج بزرگتر از 300. اعداد زوج بزرگتر از 300 باز دو مرتبه دو تا داستان داریم، یا اینجا صفر داریم که یک حالت داریم، بعد اینجا چی داریم؟ چون میخواییم بزرگتر از 300 باشه، یا سه است یا چهاره یا پنجه. پس اینجا سه حالت داریم، اینجا دیگه فرقی نمیکنه چی بذارم، اینجا چهار حالت میشه، این میشه 12 حالت. یا اینجا دو و چهار داریم، اگر دو و چهار داشته باشیم داستان داره دو مرتبه، به خاطر اینکه چهار رو میتونم اینجا بذارم. پس من بهتره که بیام باز اینو افرازش کنم به اینکه چهار اینجا باش توی یکان باشه یا دو باشه توی یکان. اگر دو باشه باز اینجا توی صدگانم سه و چهار و پنج میتونه باشه، یعنی سه حالت، یه حالت اینجا، باز چهار حالت، 12 حالت. اگر اینجا چهار باشه یه حالت، اینجا فقط میتونه سه و پنج باشه، یعنی دو حالت، اینجا سه حالت، نه سه حالت چرا، اینجا چهار حالت، این میشه هشت حالت. گرفتین چی شد؟ یه بار دیگه بگم، خواستم زوجهای بیشتر از 300 رو حساب بکنم، مجبور شدم صفر رو جدا بکنم از دو و چهار. صفر رو که حساب کردم صدگان من یا سه یا چهار یا پنج، چون باید بزرگتر از 300 باشه. اینجا چند تا رقم باقی موند؟ چهار تا باقی موند، سه و چهار، دوازده. بعد اومدم دو و چهار رو استفاده بکنم توی یکان، خواستم صدگان رو جایگزین بکنم، دیدم به مشکل برمیخورم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر یکان چهار بگذارم دیگه صدگان چهار نمیتونم بذارم. پس اومدم توی بحث دو و چهاری که میخواستم توی یکان بذارم باز افراز کردم، یه بار با دو گذاشتم، سه و چهار و پنج رو میتونستم تو صدگان بذارم، این سه حالت، اینجا یه حالت، دو تا رقم رفت، چهار تا باقی مون، چهار تا رو میتونم تو دهگان قرار بدم، شد 12 تا. اگر چهار رو توی یکان قرار بدم، اون وقت تو صدگان فقط 3 و 5 میتونم قرار بدم، بنابراین اینجا دو حالت داره، اینجا چهار حالت باقی میمونه، میشه 8 تا، این هم میشه 32 تا. پس کل حالاتمون اینجا هم سوتی دادم، این میشه 52. پس N A منهای B میشه 52 منهای 32 که میشه 20. خیلی خوب، بریم یه مسئله دیگه بچه ها، زمان داریم. کیسه ای شامل چهار مهره قهوه‌ای، سه مهره سفید و پنج مهره سبز است. سه مهره به طور همزمان خارج می‌کنیم، مطلوب است تعداد اعضای پیش آمده الف ای که دو مهره سفید و یک مهره سبز باشد، به بی
که در آن فقط دو مهره از سه مهره سفید باشد، جیم سی که در آن حداقل دو مهره سفید باشد، دال دی که در آن هر سه مهره هم رنگ باشد. بچه ها تو این تیپ مسائل عملا ما فقط بحث شمارش رو داریم دیگه، این که بخوام خود پیش آمد و بنویسم و اینا زیاد کار عاقلانه ای نیست. خب دقت کنید، سه مهره به طور همزمان دارم میکشم بیرون، دست کردم تو کیسه سه مهره رو کشیدم بیرون، شما رو یاد چی میندازه؟ بدیهیه که شما یاد عدم نظم و ترتیب در این شمارش میفتید، یعنی ترکیب انتخاب. دست کردیم توی کیسه، میخوایم دو تا مهره سفید بیاد بیرون، چند تا مهره سفید داشتیم؟ سه تا. خب بدیهیه دو تا مهره از سه تا مهره انتخاب سفید هاست. بعد یه دونم از سبز میخوایم بکشیم بیرون، پس یه انتخاب از پنج انتخاب انتخاب سبز هاست. اینا در راستای همدیگن، یعنی شما وقتی که دو تا مهر دست منو ببین، از این سه تا سفید این پنج تا سبز، از این سه تا سفید شما الان دو تا سفید رو کشیدید بیرون، این دو تا سفید رو که کشید بیرون در کنار این یه حالت یا این یه حالت یا این یه حالت، فرض کنی این حالت اول رو که کشید، پس سه حالت اینجا شد، کشیدید بیرون، از این پنجتا میخواییم یکی رو بکشیم بیرون، یا اینو میکشیم یا اینو یا اینو یا اینو یا اینو، این حالت در کنار هر کدوم از این حالتهای دیگه قرار میگیره. این عملا شما رو یاد چی میندازه؟ اصل زر. بنابراین پیش آمده آ میشه انتخاب دو از سه در انتخاب یک از پنج. حالا این ساده است محاسبش، 6 3 5 تا 15 تا. اگر اعداد و ارقامتون پیچیده بود لزومی نداره محاسبه به اون معنا داشته باشین، فقط همین کفایت میکنه نگارشش. به فقط دو مهره از سه مهره سفید باشه. خب من دو مهره رو از سه مهره سفید استخراج میکنم، انتخاب سفید. یه دونه دیگه از کجا باید بیاد؟ قهوه‌ای یا سبز؟ چیزی نگفته، اصلا واسهش مهم نبوده قهوه‌ای یا سبز، کلن یه مدل در نظر بگیر، 4 تا قهوه‌ای داری 5 تا سبز داری، بنابراین یه دونه رو از چند تا باید انتخاب بکنی؟ از 9 تا. انتخاب شیء سوم، مهم نیست از سبز انتخاب کنی یا از قهوه‌ای، که کلن 4 تا قهوه‌ای 5 تا سبز 9 تا 1 از 9. بنابراین پیش آمده بی من میشه 2 از 3 در 1 از 9 که این میشه 27. بریم پیش آمده بعدی رو تحلیل کنیم. جیم سی در اون حداقل دو مهره سفید بیاد. خب یاد تمام مسائلی که توی شمارش داشتیم بیافتید، میخوایم حداقل دو مهره سفید داشته باشیم، یعنی یا دو تا سفید یا سه تا سفید، یعنی افراز کردم دو تا سفید یعنی 2 از 3، باقیش چی؟ میشه این هم مسئله قبل، یعنی 1 از 9 تا، از اون 9 تا باقی مونده دارم برمیگزینم، در کنار هم دیگه هم هست، پس میشه بحثش اصل زر. 3 تا سفیدم یعنی 3 تاش از 3 تا سفید. خب بدیهیه دیگه چیزی باقی نمیمونه بخوام بر بگزینم، اینم یه حالت بود که 3 تا سفیدا در بیاد، پس
پیش آمد سی میشه دو از سه یک از نو به علاوه سه از سه که این میشه 28. دال هر سه مهره هم رنگ باشن، یعنی یا ستاش سفید، نکن دارم افراز میکنم، یا ستاش سفیده یا ستاش قهوه‌ایه یا ستاش سبزه، بنابراین ستا سفید میشه ستا از ستایی که داشتیم، ستا سبز ستا از پنجتایی که داشتیم، ستا قهوه‌ای ستا از چهارتایی که داشتیم، بنابراین پیش آمده دی میشه سه از سه به علاوه سه از پنج. به علاوه سه از چهار، نمیدونم چند میشه بچه ها، میشه چند تا؟ میشه این که میشه یکی، این میشه سه پنج، پنج پنج چهار ده تا، این میشه چهار تا، میشه پونزده تا. خب من فکر میکنم کفایت میکنه. خب تمرین های این بحث نکنید دو فیلده، بعضی از اوقات شما مجبور هستید که پیش آمد رو بنویسید، جبر پیش آمد ها رو روش اعمال بکنید، بعد بیایید شمارش کنید. یه موقعی هم هست نه، با استفاده از روابطی که داریم شما میتونید تعداد اعضای پیش آمد ها و یا تعداد اعضایی که از عملیات های جبر پیش آمد ها هست رو استخراج کنید. تمریناتون براتون بارگذاری شده، امیدوارم که خوب و دقیق حل بکنید. لطفاً از کلاس‌های رفع اشکال حتماً استفاده بکنید، حضور داشته باشید. زمان زیادی نداریم برای اینکه بتونیم کار بکنیم بچه ها. خودتون و خانواده هاتون و اطرافیانتون امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین. خدا نگهدار.